خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. سال هاست همیهنان گرامی از ابتدای انقلاب آخوندی هر سال تقریبا چندین بار در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی، یعنی زندانهای اولین حکومت الله بر روی کره زمین، حکومتی که نمایندگان مجلسش رو آقا امام زمان تعیین میکنن و آن روزخانه بزرگ که در رأس قرار گرفته نظر کرده آقا امام زمان هست و دائم عرازل و باش اطراف مقام روزخان بزرگ از عطوفت اسلامی صحبت می کنند، بچه های میهن ما رو از زن و مرد در زندان ها شکنجه می دن، مورد ضرب و شتم قرار می دن، فحاشی می کنند، رذیلانه ترین و خشنترین رفتارها رو با زندانیان دربند و بیپناه میکنن و حتی اونها رو میکشن و قول رسیدگی به این اعمال رو میدن و همچنان باز در سال آینده، در ماهای آیندهشون دست به این جنایات میزنند و همینطور به کاراشون ادامه میدن و همیشه هم سعی کردن زمان خری بکنن برای کاراشون. شما در طول تاریخ منحوس رژیم جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، از زمان رهبر کبیر تا به حال یک نقطه مثبت پیدا نمی کنید که این رژیم جنایاتی که در زندانها انجام شده به یک موردش رسیدگی عادلانه کرده باشه. یه مورد حتی یادم میاد، در زمان روح‌الله خان کبیر آقای بنی‌صدر که رئیس جمهور بود اعلام کرد که در زندانهای ایران شکنجه داده میشه و زندانیان مورد شکنجه قرار میگیرن. از اونجایی که در این رژیم هیچ کس دروغ نمیگه، از رهبر گرفته تا پایین، حتی اون رهبر کبیر، آقای خمینی دستور داد که یک کمیسیون بررسی شکنجه تشکیل بشه. شما خیال میکنید در رأس این کمیسیون کی قرار گرفت؟ آقای محمد منتظری، موسوم به محمد رینگو، پسر آیت الله منتظری، آدمی که خود آیت الله منتظری گفت این فرزند من از نظر روانی تعادل نداره، چندین بار گفته بود. این آقا در رأس یه ده از اوباش رفتن در زندان و تحقیقات رو شروع کردن. بعد از یک ماه و اندی آمدن گزارش بازدیدهای خودشون رو از زندانهای جمهوری اسلامی به رهبر کبیر قبلی عرضه کردن. در این گزارش نوشته شده بود نه تنها در زندانها شکنجه‌ای داده نمیشه، بلکه حتی به قدری شرایط آرام و آسوده برای زندانیان به وجود آوردن که در هیچ کجای جهان این عطوفت اسلامی سابقه نداشته. حالا اگه حتی کشورهای مسلمان نیستن، ولی این عطوفتی که در زندانهای جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان هست وجود نداره. در حالی که همون زمان کسانی که از این زندانها می آمدن بیرون معیوب بودن، اکثرشون پاهاشون شکسته بود، گردناشون خورد کرده بودن، حتی اون اوایل بعضی اوقات زندانیان رو کتک می زدن و موی سر اینها رو، سرشون رو به اصطلاح اصلاح می کردن
و با کتک و شکنجه وادارشون میکردن موهای سرشون رو بخورن. باور کردنی نیست همینان دیرون، ولی این کار انجام میشد. یادتونه که آقای باطبی میگفت که من رو میگیرن ساعتها سرمو میکنن تو توالت پر از کثافت تا من رو وادار به اقرار بکنم. اقرار در مورد چی؟ هیچی چیزی نبودی که اینا اقرار کنن، منتها میخواستن اینا رو بشکنن. و آقای رئیس روزخانهای کبیر در اون زمان گفت این نشانه اینه که ضد انقلاب و استکبار جهانی میخواد ما رو متهم به شکنجه بکنن. تموش پرونده تموش. ولی همون رهبر روزخانهای قبلی، رهبر کبیر روزخانهای قبلی، با 3.5 نامه هزاران نفر از بچه های ما رو که زندانیانشون بعضیاشون تموم شده بود، از کمونیست نمیدونم مجاهد سلطنت طلب ملی فرق نمی کرد، همه رو، البته اکثریتشون با مجاهدین و چپ ها بودن، دستور کشتارشون رو داد با 2 سوال. همه شما واردی تا همین الان که من با شما صحبت میکنم هیچ کدوم از این اراذلی که قبلا در دولت بودن و حالا در اپوزیسیون این دولتن هنوز نگفتن که در زندان‌ها چه خبر بود. اسامی درست اون جلادانی که بچه‌ها رو به کشتن دادن اعلام نشد، فقط بعضی‌هاشون هم زندانیان اعلام کردن اسامی رو. و بعد همینطور ادامه پیدا کرد این جریان. شما همینطور مرتب میبینید که مسئله تظاهرات دانشگاه، کوی دانشگاه، حمله به کوی دانشگاه، نمیدونم افسری که فرماندهی اراذل اوباش رو داشت به خوابگاه دانشجویان در 18 تیر اولیه، یک آدم روانی بود که به قول خودشون باید بیشتر در بیمارستان تحت درمان قرار میگرفت تا اینکه بیاد فرماندهی گروهان مخصوصی رو به عهده بگیر که شب ریختن و بچه ها رو زدن. همین مرده که مسعود دهنمکی و همین سلحشور و همین اراذل اوباش که الان سمت های فرهنگی پیدا کردن، یا آقای طلایی که الان در سردار طلایی که در شهر نمیدونم انجمن شهر تهران هست، یا همین قالیباف که الان شهردار به اصطلاح پایتخت شده، لباس شخصی پوشیدن، خیال کردن با پوشیدن لباس شخصی و عضویت در مجلس و نمیدونم قوه قضاییه و انجمن شهر و اینا این آثار جنایتی که کردن پاک میشه. و زمان خریدن، جابجایی کردن مهرها. تعجب آور نیست این مجلسی که پر از اراذل و اوباش و جانیان هست الان برای پرونده ستار بهشتی هی توپ و اینا میفرستن توی قوه محترم قضاییه، قوه محترم قضاییه میندازه توی نیروی انتظامی، نیروی انتظامی میندازه تو مجلس و مجلس یه چیزی دیگه میگه، دادستان یه چیزی دیگه میگه، نمیدونم فرمانده ناجا یه چیزی دیگه میگه. امروز هم که آقای دکتر شجاعی رئیس پزشکی قانونی فرمودن که اصلا ایشون نه کتک خورده نه مسمومی شده. من فکر میکنم در اثر استرسی که ایشون داشتن، قرصایی که برای تقویت قلبی میخوردن، در اثر این فوت کردن. هیچ آثاری ما در ایشون ندیدیم. این مرده که ناجوان مرده پزشک که سوگند خورده، حتی به اندازه اون جانی محسنی اژه‌ای که گفت آقا ایشون بر بدنش آثار کتک و کبودی و شکنجه هست، این اصلا اونا رو هم نفشن، باز هم چیزی نبوده. و جالب اینه این مجلسی که پر از شکنجهگره، پر از بازجوه، پر از زندانبانه، پر از سرداران جانی بازنشسته سپاه است، این مجلس اومدن اعلام کردن برای خودشیرینی بیشتر که آقا اصلا اینو کسی نزده، کسی شکنجه نکرده. ایشون رو همون زندانیانی که تو زندان بودن با یه توطئه مثل قتل ندا آقا سلطان کشتنش.
یه گزارشی هست همیهنان گرامی بی بی سی پخش کرده راجع به پزشکی قانونی ایران، میگوید که ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده در گذشته. خب همیهنان گرامی، ببینید اعلامیه زنهای شجاع زندانی رو هم دیدید که در مورد آثار شکنجه که بر بدن آقای ستار بهشتی بوده، که همین شکنجه ها و همین کتک هایی که به ایشون زدن منجر شده به اینی که در گذشته به قتل رسیده. در حقیقت کسانی که در زندان اوین، چون دو روز آقای ستار بهشتی رو از اداره آگاهی بردنش به زندان اوین، موقعی که رفته به زندان اوین با چند نفر از زندانیان ملاقات کرده، از جمله با ابوالفضل آبدینی که خیلی نزدیک بوده بهش، بسیاری از حرفاشو به ابوالفضل آبدینی گفته، تو اون بندی بوده که ایشون بوده، آثار شکنجه ها رو بهش نشون داده. اون نامه‌ای که در این گزارش بی بی سی بود داده به آقای ابوالفضل آبدینی و گفته اگر من رو دوباره برگردونن به اداره آگاهی، اینا 100% منو میکشن. چون معروف بود ستار بهشتی، که من در برنامه فردای خودم با آقای اردشیر ظاهرزاده صحبت میکنم، چون اردشیر در زندان که بوده اولا با این آقای ستار بهشتی تو زندان آشنا شده بوده، بعد در فعالیت‌های بیرونی هم آقای ستار بهشتی همکاری میکرده با بچه‌های دانشجو. بسیار پسر باشعوری بوده، کارگری بوده که کتاب داشت، کتاب میخونده، مطالعه میکرده، سایت داشته و بسیار شجاع بوده. علت اینی که به قتل رسوندنش اینه که وقتی که بهش فحاشی میکردن پاسخ میداده و زمانی که کتکش میزدن عکس العمل نشون میده. برای جلادای جمهوری اسلامی این غیر قابل قبوله که یک زندانی دربندو که دستاشو بستن در دست این جانیان اسیره، بعد که بهش فوش خواهر و مادر و زن و بچه و اینا رو میدن یا کتکش میزنن، اون عکس العمل نشون بده. اینجا ماست. شما باور نمیکنید که در روز این اراذل اوباشی که حالا به هر اسمی به من تلفن میکنن و فحاشی میکنن، رذیلانه ترین فوشا رو، سخیف ترین فوشا رو که شما فکر بکنید یه نفر به یه نفر میتونه بده، اینا به من میدن. ولی من آنن تصورم، من که آزادم اینجا، من آنن میدونی چه تصوری به مغزم خطور میکنه؟ اینی که ببین من در کارم پس موفق بودم که اینا رو اینجوری سوزوندم که یه نفر به خودش اجازه میده بدون اینکه منو بشناسه اینقدر فحاشی بکنه به خانواده من، به خود من، به عقایدم، نمیدونم. این نشون دهنده اینه که این اراذل اوباش عصبانیه و این باعث خوشحالی منه. حالا ستار بهشتی تو زندان عکس العمل نشون میداده و برای این کشتنش، راحت کشتنش. اما همیهنان گرامی، تا کی قرار این جریان ادامه پیدا کنه؟ بچه های ما رو ببرن زندان، شکنجه بدن، بکشن، بعدم گفتن شما خیال میکنید مثلا شما کشته بشید چه اتفاقی میفته؟ یه چند روزی شلوغ میشه بعدم تموم، عادی میشه. چون اینقدر تو این رژیم جنایت زیاده، اینقدر وقایع غیر طبیعی وجود داره که فردا پس فردا آقای بهشتی فراموش، همطور که هدی صابر فراموش شد، خانم صحابی فراموش شد، همونطور که این اسامی رو که دیدید، اکبر محمدی، نمیدونم ندا آقا سلطان، اینا خیال میکنن فراموش شده. ولی همینان گیر ما هم یه وظایفی به عهده داریم. تو رو به خدا آروم نشینید، اعتراض کنید. همینان گرامی اعتراض کنید. کمیسیون امنیت این طویله مجلس قراره که امنیت و سیاست خارجی به این پرونده رسیدگی کنه. میدونیم که هممون چیه. آقای احمدی مقدم، اون رئیس چاقوکشان و جانیان نیروی انتظامی، گفته بله من زندان ربات کریم رو در اختیار شما میذارم، بریم بازدید کنیم ببینید هر چی دلتون میخواد مطالعه، چون میدون اونا از خودشونه. اینا، این کمیسیون امنیت و به اصطلاح سیاست خارجی مجلس،
یه دو نفر مأمور کرده برن ببینن زندان ربات کریم چیه و جریان شکنجه چیه، مثلا رسیدگی بکنن. بچه های ایران، بچه های مدافع حقوق بشر تلفن های یکی یکی این اعضای کمیسیون رو پیدا کردن، شماره ها رو نوشتن و از مردم خواستن به اینا تلفن بکنی، حتی به تلفن های دستیشون، و به اینا اعتراض کنید و خشم خودتون رو نسبت به این جنایاتی که در این رژیم جنایت پیش انجام میشه به اطلاع اینا برسونید. ممکنه تأثیر نداشته باشه، ولی حداقل یک تلنگری هست به وجدانی که ندارن. اما همینانی گرامی، خون سردم نباید باشیم. آخه این که نمیشه. هی من میام اینجا یا همکاران من این مسائل رو میگیم یا در ایران اتفاق میفته، روزنامه ها و نشریات مینویسن، چه تأثیری؟ هیچ. فردا فراموش میشه. شما که در اینجا هستید، در سراسر جهان صدای بنده را میشنوید، اعتراض کنید، به مجامع بین المللی نامه بنویسید، آگاهی های خودتون راجع به زندان نسرین ستوده چهارمین هفته است در اعتصابه. اعتصابش به خاطر چیه؟ نه به خاطر آزادیشه، نه به هیچی، فقط میگه اجازه بدید من بچه هامو ببینم، خانواده من رو مورد آزار قرار ندید. از جان مایه گذاشته همینانی گرامی. این رژیمی که دائم از ابرقدرت بودنش صحبت میکنه، هی میگن ما اینطوری هستیم، تمام دنیا توجهشون به ماست، از برگزاری مراسم سال روز فروهرها پروانه و داریوش میترسن. پرستو رفته ایران، دختر این دوتا شهید راه آزادی، من اصلا دوست ندارم شهیدو بگم، جان باختگان راه آزادی، رفته ایران یه مراسمی برگزار بکنه به مناسبت سال روز درگذشت قتل پدر و مادرش. تو فرودگاه از آلمان رفته، تو فرودگاه پاسپورتشو توقیف کردن و بهش گفتن اجازه ندارین در منزل خودتون، یعنی منزل داریوش و پروانه، مراسمی بگیر. هیچی، مطلقا. تو رو به خدا رژیمو ببینید، از برگزاری سال روز میترسه، بعد میگه که اینا رو یه عده خودسر این قتلا رو انجام دادن، قتلای زنجیره‌ای رو. خب اونا خودسر بودن، شما پس چرا اجازه نمیدید مراسمی برای یادبود اونا برگزار بشه؟ همینطور میکشن، میگن خودسر. این خودسرا کیان؟ این جنایت ها رو میکنن، این آدم کشی ها رو میکنن، بعد اون مردک روزخان بزرگ رو هی بادش میکنن، هی بادش میکنن و ازش دارن تقریبا چیه؟ تحقیقا یه معصوم میسازن، یه پیامبر. تعجب نکنید اگه فردا پس فردا اومدن گفتن آقا ایشون خود محمده که روح اون حلول کرده در این روزخان معیوب، روزخان بزرگ. ببینید چی میگن، ببینید اینا چی میگن راجبه. نوشته که یکی از اینایی که دوربر این مردکه گفته آقا زمانی که در ایران شهر به حال تبعید بودن، نماز جماعت اجرا میکردن، جلو وایساده بودن نماز میخوندن، تو همین موقع هم یه بزغاله اومد توی مسجدی که ایشون امام جماعتش بود و همه ما اقتدا کرده بودیم بهشون، این بزغاله هی میپرید بالا پایین، اینا که تو صف نماز بودن میخندیدن. ما دیدیم آقا اصلا، حالا آقا اون جلو کی میدیدش حالا بگذاریم، آقا اصلا عکس العمل نشون ندادن. بعد که نماز تموم شد ما رفتیم گفتیم آقا سر جدت، شما اصلا چرا هیچ نه لبخندی نه خنده‌ای؟ این بزغاله این کارا رو می‌کرد، می‌پرید جلو بالا و پایین و ما همه خندیدیم. ایشون گفتن بزغاله چیه، من ندیدم. و گفتن آقا ندیدن، جز معجزات آقا بوده. بعدم گفتن این مردک تعریف کرده، آقای رسول نمیدونم چی گفته که این آقا اینقدر وضعیت مالیش خرابه که ما بهش گفتیم آقا خب شما این خونتون اینجا تای شهره، بعد بریم بپوشیم بریم بالا. آقا گفتن نه من این کارا رو نمیکنم، من میخوام تو مردم باشم. دروغ حالا میگم براتون، میخوام تو مردم باشم. بعد میگه که آقا یه دونه زیلو دارن، یه دونه فرش تبریزی، زیلو نه، یه فرش تبریز نخ نما شده دارن که
که اینم جایزه دو خانومشون بوده و آقا اکثرا بدهکارن. من یه دفعه یادمه که این آقای میگه نزوراتی که مردم به آقا میدن ما بردیم دادیم خدمتشون. آقا ببینید این آقا رئیس روزخانها چه آرتیستیه، فریاد زدن مثلا آقا رضا یکی از این پاسدارا بیا قرضی که ازت گرفتم بیا بدم بهت. طور خدا ببینید اینا چی از این موجود ساختن. میگه خونه جنوب شهرشون ایشون حاضر نشدن عوض کنن، در حالی که همه کسانی که هستن میدونن، کسانی که ایران میرن میان، تو خیابون پاستو تمام خانه ها رو وادار کردن فروختن تا آقا و خانواده و اهل بیت در اونجا زندگی کنه. نبادا خدای نکرده، خدای نکرده چشم زخمی متوجه آقا بشه، بعد میگن تو جنوب شهر زندگی میکنه. بعد یکی دیگه ببینید چی گفته. حالت تهوع پیدا میکنه آدم از این دروغایی که این اراذل و اوباش میگن. یکی از مشکلات اساسی اینه که یه عده گفتن چرا به این آقا نمیگین امام؟ آقای آیت العظما یعنی آیت الگنده نوری همدانی گفته شما از روز اولی که حضرت آقا شدن رهبر بعد میگفتین امام خامنه ای و هی تورین طولش میدین. این آقای خدمت شما عرض کنم که سعید جلیلی که میره راجع به مسائل اتمی صحبت میکنه میگه که شما باور نمیکنید اگر ما به آقا امام میگفتیم و ادامه میدادیم تا به حال خیلی وضع مذاکرات ما با غربی‌ها فرق میکرد. یعنی مثلا به ایشون میگفتن امام خامنه ای، خانم اشتون رو نمیدونم اینا که باشن در مذاکرات اتمی عقب میزدن. چون به ایشون نگفتن امام، اینا خیره سر شدن و سعی میکنن که حرفاشون رو به ما بقبولن، در حالی که اگه ما میگفتیم امام همه مسائل حل بود. بعد این آقای سید احمد علم الهدا همین که میگفت این بزغاله ها، اینا که تو خیابونن بزغاله، اینا که تظاهرات میکردن سال 88 میگفت اینا یه مش بزغاله، یه مرده که عقب افتاده که حالا شده امام جمعه مشهد، جز به باند واعظ تبسی و خود همین رئیس روزخان ها و این اراذل باشه. این گفته علت این ناراحتی هایی که برای ایران به وجود اومده اینه که ما هی گفتیم مردم سالاری اینا. مردم سالاری یعنی چی؟ این گفتش آیت الله سید احمد علم الهدا شامگاه شنبه در همایش بصیرت عاشورایی و یادواره 94 شهید بسیج اصناف و بازار گلستان که همکنون در امامزاده عبدالله در گرگان در حال برگزاری است گفت امروز نظام و انقلاب ما را هیچ خطر خارجی تهدید نمی کند، بلکه تهدیدات و آسیب‌های داخلی است که به ما ضربه می زند. وی تصریح کرد کربلا مثل یک نورافکن زندگی ها را در همه زمانها و برای همه مردم ایران در پیچ و خم‌های تاریخ روشن می کند. و بعد گفته امروز تنها یک مسئله است که رژیم ما را تهدید می کند، نظام ما را، و اون هم هی صحبت کردن از مردم سالاریه. میگه اگر مردم حاکم باشن بر سرنوشتشون انقلاب به خطر میفته. نه انقلاب، منظور اینا انقلاب یعنی روزخانها. خب راست میگه، اگه مردم الان آزادی داشتن تا انتخاب کنن با پس و گردنی این روزخانها رو میداختن پایین. یک مش عقب افتاده ای که به جای مغزه چه ارز کنم توش چیه؟ گچ بگم، پهن بگم. ببینید یکیشون چی میگه؟ میگه یه ذریح درست کردیم، ذریح برای آقا امام حسین برای فرستادن به کربلا و امام سوم شیعیان. گوش کنید، میگه مسعود پارچه‌باف رئیس هیئت امنای ذریح ساخت ذریح امام سوم شیعیان ادعا کرده ذریح جدید این امام شیعه تا کنون بیماران بسیاری را شفا داده. متوجه شدین چی شده؟ نه، اینا یه ذریح ساختن تو قم، این ذریح رو دارن تکه تکه میکنن بیارن کربلا سر هم مونتاژ کنن.
و برای اینکه مبادا چشم زخمی بهش وارد بیاد میگه که شیشه های دو جداره ضد گلوله و فلان و فلان اینا درست کردن. همینطوری که این کارگرا داشتن روی این کار میکردن، مثلا یک کور بوده اومده دستشو کشته به این زری شفا پیدا کرد. ببینید این هنوز نرفته اونجا چقدر شفا داده. وای به این که بره رو قبر امام باشه. ببینید اینا مردمو ابله فکر کردن، ابله فکر کردن. میگه که وی گفته مستندات شفای برخی بیماران در کنار این زری در قالب کتابی در حال تدوین است. میخوان کتاب بنویسن که چه کسایی رو این زری که هنو نرفته اونجا شفا داده. زری امام سوم شیعیان با صرف بیش از 14 میلیارد تومان در ایران ساخته شده و تا کنون بخشهایی از آن به کربلا منتقل شد. از زمان رونمایی این زری در قم، آنطور که مسعود پارچه‌باف اعلام کرده، بیش از 1,500,000 نفر آن را زیارت کردند. پارچه‌باف افسود کار ساخت این زری از سال 1385، یعنی از 6 سال پیش، با حمایت مقام معظم رهبری و گروهی از مراجع تقلید آغاز شده که ماه گذشته در قم پس از پایان ساخت در معرض تماشای عموم گذارده شده. میبینید زری که هنوز نصب نشده شفا میده. مثل همین آخوندا شفا از این بهتر میخوان؟ یه مملکتی رو در عرض 30 سال رسوندن به شرایط که بدبخت‌ترین مملکت در دنیا شده. اینا خیال میکنی کمه این کارا؟ پول ایران تبدیل شده به کاغذ پاره. اینا همش نشونه اینه که اینا واقعا معجزه کردن. هیچ کس نمیتونست مثل اینا معجزه کنه. بعدم یکی دیگه گفتن آیت الله محلاتی مسئول وجوهات و مسائل شرعی در دفتر مقام معظم رهبری گفته است بخشی از هزینه زندگی رهبر جمهوری اسلامی از محل هدایا و نزورات تأمین شده. ایشون گفته چرخ گوشت خانه رهبر دستیه. این یعنی چی؟ مقام معظم رهبری خانومشون و خانم اهل بیت میخوان گوشت رو خورد کنن، دستی خورد میکنن. این میدین چه فاجعه‌ایه. و بعد گفتن ما رفته بودیم یه جای مسافرت، همین آقای محلاتی گفت به عنوان به اصطلاح هدایا به ما بشقابای چینی دادن. خانوم مقام معظم رهبری گفتن نه ما این به درد ما نمیخوره، ما مصرف نداریم، ما اینقدر وضعمون خوب نیست که از چینی آلات استفاده کنیم. همه این بیت آرتیستن، اینا باید جایزه اسکار بگیرن. بله خیلی حرفا هست همیهنان گرامی که میشه گفت، ولی اجازه بدید به برنامه های بعدی بپردازیم. فقط دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فریدی، خوب هستین؟ مشکرم. خب دکتر دانش، این فیلم غزه رو دیدین؟ جنگم که در نوار غزه دیدین. الان خوب هر کس نگاه بکنه میدونه که اسرائیل دست بالا رو داره، هواپیماهای جنگی داره، این غزه رو کاملا تحت محاصره دریا گرفته و راه زمینی و یه راهی دیگه دارن، این رفح که از مصر میاد اونجا هم تقریبا اینقدر دست مصری ها باز نیست برای هر کاری. خب شما وضع رو چجوری میبینید؟ میگید که با وجود این باز میبینیم این حماس مقاومت میکنه. این مقاومت از کجا سرچشمه میگیره؟ یعنی میتونه ادامه بده؟ الان هم که ممکنه حمله نیروی زمینی باشه، طبیعیه، ولی حماس تمام کوششش اینه که حمایت سیاسی به دست بیاره و بعد از شروع بهار عربی در واقع حماس به مرکز در واقع تفکر مناطق یا خاورمیانه یا کشورهای اسلامی در واقع پیوسته و در اونجاست که حماس امروز مطرح است. توجه بکنی همکنون در واقع در مصر اخوان المسلمین در قدرتن. سابقا اینطوری نبود، سابقا حماس در واقع ایزوله بود، منزوی بود و دولت یا حکومت مبارک در کنار اسرائیل قرار گرفته. امروز اخوان المسلمین و آقای مرسی در کنار حماس قرار گرفته. امروز ترکیه در کنار حماس قرار گرفته. امروز امیر قطر و مهمتر از همه امیر قطر که نقش بسیار مهمی رو در منطقه بخصوص در مبارزه با جمهوری اسلامی بازی میکنه در کنار قطر قرار گرفته و حتی کشورهای مثل تونس، دیروز وزیر امور خارجه تونس به نوار غزه رفته، فردا آقای داوود اوغلو میخواد
وزیر امور خارجه ترکیه به نوار قطر برسه. این زمان کوشش در واقع حماس اینه که بتونه این حمایت شدید سیاسی رو نگه داره، به دست بیاره، کمک‌های مالی بگیره و طبیعتاً به نظر من با اینکه از لحاظ نظامی موفق نخواهد شد و اسرائیل در واقع با بمباران شدیدی که منطقه رو میکنه و نوار غزه رو میکنه باعث شکست نظامی حماس خواهد شد، ولی حماس به نظر من از لحاظ سیاسی پیروز بیرون خواهد آمد و در آینده مطرح خواهد بود. و به نظر من این اشتباه است که اسرائیل فکر بکنه که حماس رو به این ترتیب نابود کرده و از بین خواهد برد، همونطوری که در سال 2008-2009 با جنگ نوار غزه اسرائیل به این عقیده بود که سازمان تروریستی حماس رو نابود خواهد کرد، ولی متاسفانه باید بگیم که امروز حماس زنده‌تر از هر زمان دیگری است، به خصوص از لحاظ سیاسی. خب دوستان دانش، ببینید الان مسئله بر سر اینه، بسیار از این کشورهای میانه روی عرب به اصطلاح که از جمله ما میتونیم بگیم الان آقای مرسی میانه روه، چون میدونن اون سلفی های اونجا اصلا اعتقاد دارن که باید اصلا حمله کرده و نمیدونم این تندروهای روز به روز وقتی که این سیاست های آقای مرسی رو میبینن بیشتر افراطی تر عمل میکنن. یا مثلا فرض کنین عربستان سعودی قطر، اینا میدونن که اگر خشونت از طرف اسرائیل زیادتر بشه اینا این قطر به اصطلاح حماس تقریبا تبدیل میشه به یه مظلوم و جمهوری اسلامی صحنه رو باز میبینه برای فعالیت‌های خودش. هم تو که می‌بینی این فجر 5 و این موشک‌های فجر 5 رو جمهوری اسلامی داده که اکثرش هم به وسیله این پاتریوت‌ها از بین رفته، 1100 تا اینا موشک فرستادن، تقریبا تعداد کمی افتاده تو اسرائیل، اونم درست دقیق نخورد به اصطلاح هدف. خب الان با این وضع که هر آن احتمال این سوء استفاده جمهوری اسلامی هست، واقعا باید یه نقش خیلی حساسی رو اینجا این کشورهای اطراف بازی کنه. شما نظرتون چیه؟ به نظر من مسئله مشکل جای دیگریه. ببینین پروسه صلح الان بیش از 4 ساله که پروسه صلح انجام نمیشه، مذاکرات انجام نمیشه، با اینکه در اواخر حکومتش آقای بوش در آناپولیس کوشش کرد که دو طرف ها یعنی محمود عباس ها با اولمرت ایجا بشونه و در مدت یک سال در واقع دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل به وجود بیاد، چنین چیزی نشد. پروسه یا بگیم قرارداد صلح اسلو اکنون 20 سال قدمت داره. قرارداد صلح اسلو در سال 1993 در واقع بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری عرفات به امضا رسید و قرار بود تا سال 1998 به نتیجه برسه و دو کشور به وجود بیاد و چنین اتفاقی نیفته. این مشکل اصلی اینه که هنوز در واقع مذاکره انجام نمیشه، صلحی به وجود نیومده و در این مبارزه‌ای که چند روز پیش تا به حال ادامه داره و بمباران اسرائیل و از اون طرف موشکای حماس به اسرائیل، مشکل اصلی اینه که در واقع آمریکا و ناتو از یک طرف به طرفداری از اسرائیل پرداختند و کشورهای عربی اکنون در کنار حماس قرار گرفتند، دوباره دو جبهه باز شده و نقش ایران نقش تخریبی است در اینجا. شما به درستی گفتین که راکت‌های فجر 5 ایران به اونا داده، ولی ایران تمام کوشش اینه که در واقع ضربه اساسی رو به نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس بزنه و اینطوری وانمود بکنه که ما همیشه گفتیم که اسرائیل حاضر به صلح نیست، مذاکره نخواهد کرد، پس بنابراین حماس حق داره. حماس برای همینم بود آقای صالحی میگفت من برم غزه. آقای صالحی میخواست امروزا به وارد نوار غزه بشه که آقای مرسی اجازه نداد که چنین کاری بکنه، پس بنابراین تنها راه حل آقای به نظر من فقط درباره نوار غزه و مسئله فلسطین صحبت کردن، فلسطین و اسرائیل صحبت کردن اشتباه، بلکه راه حل نشون داد. اولین راه حلی که وجود داره باید مذاکرات دوباره شروع بشه. یعنی طرفان رادیکال ها در دو طرف، از یه طرف آقای لیبرمان وزیر امور خارجه اسرائیل که امروزا حتی ادعا کرده که ما حاضریم محمود عباس رو ساقط بکنیم، یعنی درست نیروهای لیبرال داخل نیروهای فلسطینی رو میخواد ساقط بکنه، گفته ترور کنه، بله گفته میخواد ساقط بکنه، یعنی تا این حد پیش رفته و حتی اعلان کرده که ما قرارداد اسلو رو صلح اسلو رو ملغا میکنیم و تمام سرزمین‌ها یا شهرک‌های اسرائیل رو در مناطق باختری، کرانه باختری رو ملحق می‌کنیم به اسرائیل. این بیشتر خود مانورهای انتخاباتیه. مانورهای انتخاباتیه، ولی خب این باعث این صدی میشه در راه مذاکرات. یعنی در واقع باید مذاکرات شروع بشه و مذاکراتی که 20 سال پیش قرار بود به نتیجه برسه، بالاخره به نتیجه برسه. ولی مسئله دومی که به نظر من مهمه، باید محاصره نوار غزه از بین بره. یعنی مردم غزه به طور مطلق در فقر زندگی می‌کنن. از یه طرف دریای مدیترانه است که توسط اسرائیل کنترل میشه، در جنوب
بخشی در واقع منطقه مرزی مصر و نوار غزه است که گاهی وقت کمک هایی میشه مرز رفته، ولی از غرب دوباره اسرائیل تمام مرزها رو کنترل میکنه. در صورتی که امروز، در حالی که امروز مردم غزه در وضع بسیار خرابی از لحاظ اقتصادی زندگی میکنن، به نظر من فقط شکوفایی اقتصادی است، یعنی شکوفایی اقتصادی در نوار غزه با مردمی که فلسطینی ها دارن، افراد بسیار هوشیاری هستند. من همیشه در سفرام در اردن کاملا مشاهده میکردم 60% از مردم اردن فلسطینی هستند. در واقع کشور اردن در دست فلسطینی هستند، هم از نظامی هم از لحاظ اداری و اونا اقتصادی و اونا هم که دارن میگردنه. اگه در واقع شکوفایی اقتصادی به وجود بیاد، دیگه مردمی که این شکوفایی رو به دست آوردن حاضر نیستن به سادگی در واقع این ساختاری که به وجود آمده این شکوفایی این از دست بدن و از اون دفاع خواهند کرد. میدونید دکتر دانش، متاسفانه این افراطگری در هر دو طرف هست، هم در اسرائیل هم در بین فلسطینی ها. مثلا الان ببینید حماس تسلط کامل نداره در تمام نواحی غزه، یعنی نیروهایی هستن که بسیار رادیکال تر از حماس هستن و اینا شروع میکنن. مثلا اگه حماس هم بیاد پیشنهادات صلح مصر رو نمیدونم ترکیه و قطر اینا رو قبول بکنه، امکانی که اونا موشک اندازی بکنن هست، کما اینکه بسیار از خود رهبران عرب میگن این افراطیایی که در غزه هستن و افراطیایی که در اسرائیل هستن اصلا نمیخوان این جنگ به پایان برسه. کاملا درسته، ولی در داخل خود حماس نیروهایی هستن که این اواخر در واقع نشون دادن که حاضرن به طریقی با اسرائیل مصالحه نه ولی کنار بیان، به خصوص خالد مشعل. از زمانی که از سوریه به قطر رفته نشون میده که حاضر به طریقی در واقع آتش بس باشه و جنگی بین اسرائیل و نوار غزه پیش نیاد. باید این نیروها رو تقویت کرد. ببینید زمانی که آقای اوباما دیروز با آقای محمود عباس تلفن میکنه و تهدید میکنه که نباید در روز 29 نوامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقاضای خودش رد بکنه که کشور فلسطین به عنوان ناظر به رسمیت شناخته بشه، راه دیگری نمونه. یعنی شما تضعیف کردین تمام نیروهای لیبرال و نیروهای سکولاری که میتونن نقش بازی بکنن. نیروهای سکولار در داخل تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس تضعیف میشن و همونطوری که قبلا گفتم آقای لیبرمن صحبت از این میکنه که اونو ساقطش بکنه، از بین ببره. و طبیعتاً نیروهایی که در داخل حماس هم واقع‌بین تر از نیروهای رادیکال هستن مانند جهاد اسلامی و دیگران، این هم تضعیف میشن و کسانی مثل هانیه، اسماعیل هانیه، اینا قدرت پیدا میکنن که اینا خواهان صلح نیستن، خواهان جنگن و خواهان اینه که بیشتر موشک بزنن. پس بنابراین به نظر من تنها راه حلی که میمونه هر چی سریعتر، همونطور که آقای اوباما قول داد قبلا که تا سال 2011 دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار هم به وجود خواهند آمد و متاسفانه اینطور نشد. قبلا آقای کلینتون این قول داد، بعدا آقای بوش این قول داد، امروز آقای اوباما داده، ولی متاسفانه پشت فلسطینیا خالی شده و حتی تشکیلات خودگردان فلسطین که از سکولارها و نیروهای لیبرال تشکیل شده اینا امروز قدرتی ندارن و رادیکالان که دارن در نوار غزه تصمیم میگیرن. دوستان ما زیاد فرصت نداریم، نمیدونم وارتان جان چقدر ما فرصت داریم. دو دقیقه بعد تو این دو دقیقه من حالا این سوالم به این شکل مطرح میکنم که شما فکر نمیکنید این تشنج میونه به اصطلاح غزه و اسرائیل به نفع سوریه و ایرانه؟ چون مسئله اتمی ایران رو کمرنگ میکنه، جریان جنگ سوریه که به شدت داشت بر انجام میشد، حالا نمیدونم به نفع خود سوریه است و به نفع جمهوری اسلامی یا به نفع اون کسانی است که الان در سوریه دارن بر علیه به اصطلاح بشار اسد میجنگن. آیا این جنگ میتونه به نفع جمهوری اسلامی و سوریه باشه یا به ضرر این دو تا کشور؟ در کوتاه مدت میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه. من قبلا هم گفتم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه اینطوری وانمود بکنه که حماس حق داره و تشکیلات خودگردان فلسطینی است که اشتباه کرده، به خاطری که اسرائیل خواهان صلح نیست، خواهان مذاکره نیست. این صحبتایی که جمهوری اسلامی کرده و تا به امروز میکنه و باعث تقویت نیروهای رادیکال در داخل حماس شده. خب طبیعتاً با جنگ نوار غزه مسئله سوریه امروز مطرح نیست. الان دو روزه که مسئله سوریه دیگه مطرح نیست، چند روزه مطرح نیست. بله. و طبیعتاً اشخاص مانند بشار اسد هستن که میتونن از این مسئله سود ببرن و در واقع در مدتی که جنگ سوریه مطرح نمیشه بزرگترین حملات به دشمنان خودشون بکنن در کوتاه مدت، اونم به نفع بشار اسد. ولی من فکر میکنم در دراز مدت این اتفاقاتی که در نوار غزه و بین اسرائیل و نوار غزه و حماس میفته نه به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و نه به نفع بشار اسد خواهد بود.
بخیر، سپاسگزارم دوست دانش عزیز. ممنون از شما. همینان گرامی، به همینجام برنامه من به پایان میرسه. قبل از اینکه برنامه پایان بدم، بار دیگه از شما خواهش میکنم، اگر چنانچه به این برنامه توجه دارید، برنامه منو میپسندید و مسائلی که درش مطرح میشه مورد پسندتون قرار میگیره، کمک کنید به تلویزیون پارس در ادامه این برنامه و برنامه های دیگهی که مورد پسندتون. زنگ بزنید به شماره 818-776-5261 و کمک های خودتون رو به هر نحوی که هست به تلویزیون پارس انجام. سپاسگزار میشم ازتون. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.